کنفرانس سیاست آمریکا در قبال ایران پاریس نهم تیر 1402 موسیقی. کنفرانس بین المللی پیرامون سیاست آمریکا در قبال ایران به ریاست سفیر لینکن بولونفیلد معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا برگزار شد و شرکت کنندگان آن عبارت بودند از مایکل موکیزی وزیر دادگستری آمریکا 2009 سفیر رابرت جوزف معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا ژنرال چاکوارد جانشین فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا 2006 سفیر میچل ریس مدیر سیاستگزاری وزارت خارجه آمریکا 2005 مایکل موکیزی وزیر پیشین دادگستری آمریکا با اشاره به استعمالات دولت‌های آمریکا از رژیم آخوندی گفت در سال 1997 مجاهدین در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند این به این دلیل نبود که وزارت خارجه آمریکا تحقیقاتی در رابطه با مجاهدین و شورای ملی مقاومت و فعالیت‌های آنجا آنها انجام داده بود نخیر این یک تصمیم سیاسی برای استعمالات از آخوندها بود چرا باید سازمانی دموکراتیک که به حقوق بشر پایبند است در لیست تروریستی قرار بگیرد این لیست گذاری ناعادلانه 15 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه به حکم دادگاه این لیست گذاری لغو شد این سیاست استعمالت از رژیم ایران شرم‌آور است در حال حاضر هم یک استراتژی اشتباه این است که دولت آمریکا میخواهد با رژیم ایران به توافقی برسد هرگز توافقی صورت نمیگیرد به این رژیم نمی شود اعتماد کرد این رژیم به هیچ توافقی پایبند نیست. سفیر رابرت جوزف معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه اتمی رژیم و سیاست آمریکا گفت: من در سال 2002 با سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت آشنا شدم. آن زمان در کاخ سفید و مسئول خل اصلاح هسته ای بودم. رئیس دفترم جزئیات افشاگری مجاهدین را به من توضیح داد. من پرسیدم چطور است که مجاهدین بیشتر از من از برنامه اتمی این رژیم می دانند؟ چطور یک گروه به اصطلاح تروریستی چند قدم آن طرفتر از کاخ سفید کنفرانس مطبوعاتی می گذارد و چنین گزارش هایی را افشا می کند؟ بعد فهمیدم اعضای این جنبش چه عناصر فداکاری هستند و بسیاری از آنها خواهر و برادر یا پدر و مادری را از دست دادند. آنها از تلاش و عزم خود برای رسیدن به آرمان آزادی کوتاه نیامدند. مخصوصا خانم مریم رجوی با برنامه ده مادهی خود آلترناتیوی را در قبال رژیم ایران ارائه داده است. رابرت جوزف افسود بزرگترین تهدید برای رژیم ایران مردم ایران هستند. وی همچنین گفت به نظر من 44 سال است سیاست آمریکا در قبال رژیم ایران شکست خورده است. این سیاست مماشات هم در زمینه مقابله با تروریسم رژیم و هم در مقابله با تجاوزات منطقه و هم در مقابله با دستیابی رژیم به بمب اتمی ناکام بوده است. سیاست آمریکا در رابطه با موضوع حقوق بشر هم یک سیاست شکست خورده است. زیرا تا زمانی که آخوندها سر کار هستند، دست از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی بر نمی‌دارند. این رژیم قابل اصلاح و رفرم پذیر نیست. به نظر من رژیم بسیار متزلزل است و پایان آن نزدیک است. ژنرال چاکوالد جانشین پیشین فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا تاکید کرد توافق اتمی با رژیم ایران مسخره است چیزی بدتر از این که رژیم ایران به بمب اتمی دست پیدا کند قابل تصور نیست با قاطعیت باید گفت سیاست مماشات احمقانه است و این قابل چشم پوشیدن نیست سازمان مجاهدین فعالیت های خیلی موثری انجام می دهد و زیبایی عملکرد مجاهدین در این است که هیچگاه از مبارزه علیه رژیم ایران دست نکشیدند و با وجود تعمل سختی ها همچنان در میدان هستند. خبر خوب این است که یک آلترناتیو در قبال رژیم ایران وجود دارد. مجاهدین و مقاومت ایران یک آلترناتیو مؤثر محسوب می شود. ما باید از این آلترناتیو حمایت کنیم و نباید بی تفاوت باشیم. سیاست خارجی ما باید پیشبرد سیاست درست در قبال رژیم ایران باشد. نباید با توافق پوشالی اتمی به رژیم میدان بدهیم. من از مجاهدین و مقاومت ایران که یک اپوزیسیون موثر و توانمند هستید سپاس گذارم. رژیم ایران با شیطانسازی علیه مجاهدین تلاش می کند، مانع شناخته شدن آرمانشان شود. در حال حاضر این رژیم در تنگنا قرار گرفته و به هر اقدامی علیه این مقاومت دست می زند. سفیر میشل ریس مدیر پیشین سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا گفت رژیم ایران یک تهدید برای جهان است این رژیم کاملا نامشروع است مردم ایران هر روز علیه آن تظاهرات می کنند. این تصور که رژیم به تدریج مدره می شود کاملا غلط است. این رژیم چون مشروعیت مردمی ندارد روز به روز وحشی تر می شود. سوال این است که ما چه کار باید بکنیم تا این رژیم هرچه سریعتر پایان پیدا کند؟ باید همه جهان نقض حقوق بشر توسط این رژیم را محکوم کنند. ما می توانیم فساد این رژیم و پولهایی را که در بانک های جهان دارند افشا کنیم. ما باید تحریم ها را تمدید کنیم و گسترش دهیم. علاوه بر این، ما باید اهرم نظامی را هم همواره روی میز داشته باشیم و آن را کنار نگذاریم و در نهایت باید از شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت کنیم.